اما بسیاری ها سوال دارن این که می خواهیم از نماز من لذت ببریم، می خواهیم در نماز من خشوع داشته باشیم، اما متاسفانه شیطان نمی ماند. وسوسه های شیطانی در داخل نماز پیش می آید. شیطان اجازه نمی دهد که در نماز تمرکز داشته باشیم. اما مشکل اینجاست که بسیاری ها از ما شیطان پیروی می کنند. وقتی که شیطان در ذهن ما می آورد که در مورد فلان مسئله فکر کن، ما هم فکر می کنیم. وقتی که شیطان کدام مشکلی را به یاد ما می آورد که در فلان مسئله شما چی فکر می کنیم، ما هم اتباع می کنیم و پیروی از شیطان می کنیم و او ذهن ما را پراکنده می کند و ما هم تابع هستیم. بسیاری از مشکلات یک کدام مسئله ای که در بیرون از نماز بود که هیچ به یادتان نمی آمد، امی به محض که الله اکبر استاد می شوید اون مسئله یادتان می آید. چرا؟ چون شیطان ای را ذخیره کرده است، شیطان ای را مانده که هرگاه این مؤمن، این بنده خدا در نماز استاد شد ما به یاد ای میارم. ما در روایت بخاری داریم که حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها از رسول خدا پرسان می کند، یا رسول الله این چه گپ است که گاهی اوقات ما در نماز استاد هستیم توجه ما دیگه سو می رود، توجه ما به دیگه سو می رود، یا رسول الله این چه گپ باشد؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت بخاری است عرض کردند، هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد. این روبودن است، شیطان می روباید از نماز انسان مؤمن، از نیکیهایش کم می کند، از حسناتش کم می کند، از ثوابش کم می کند. سبحان الله، هر چقدر بیشتر در نماز توجهتان نباشد به همان مقدار ثوابش کم شده می رود. از ابن عباس روایت داریم که فرمود لیس لک من صلاتک الا ما عقلت، سهم تو از نماز نیست مگر همان مقداری که توجه داشتی. در روایت سنن ابو داود داریم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند یک نفر از نماز بر می گردد، نماز خلاص کرد، تمام کرد، در حالی که برای او یک دهم نماز نوشته می شود، یا یک نهم، یا یک هشتم، یا یک هفتم، یا یک ششم، یا یک پنجم، یا یک چهارم، یا یک سیوم، یا اینکه نصف نماز برایش محسوب می شود، ما بقی از آن او نیست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یک سخن بسیار خطرناک می گویند، ان الرجل لیشیب فی الاسلام وما اکمل لله تعالی صلاة واحده. فرمود یک نفر در اسلام موسفید می شود، موهایش سفید می شود، در حالی که تهنوز یک نماز را کامل نکده است برای الله سبحانه و تعالی. قیل کیف ذلک، کسی پرسان کرد چطور ممکن است یا امیر المؤمنین گفتی که شما گفتی؟ فرمود ذلک لانه لا يتم خشوعها، چرا که او خشوع را به اتمام نمی رساند، نماز را با خشوع نمی خواند، با تواضع و فروتنی نمی خواند نماز را. دقیقا الله سبحانه و تعالی چی می فرمایند؟ و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. اگر شیطان وسوسه ای را انداخت، تحریکی را انجام داد تا تو را به نافرمانی به الله سبحانه و تعالی وادار بکند، فاستعذ بالله، به الله پناه ببر، به الله پناه ببر، زیرا که او شنوا و داناست. حضرت عثمان بن ابی العاص میگوید یا رسول الله شیطان مرا نمیماند به نماز، به قرائت تمرکز مرا به هم میزند. رسول خدا فرمودند ذاک شیطان یقال له خنزب، این شیطانی است به نام خنزب نام دارد. فاذا انت حسسته فتعوذ بالله، وقتی که چنین چیزی را احساس کردید به خدا پناه ببر، منه از شیطان، وتفل عن يسارك ثلاثا، سه مرتبه از جانب چپت تف کن. این روشی است که محمد رسول الله نشان داده است و بسیاری ها از ما این متاسفانه عمل نمی کنند. در داخل نماز شما استاد هستید اصلا نماز نمی تانیم پیش ببرید،
نماز رو نمیتونین بخوانین. میگه بگو. چی بگو؟ در داخل نماز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سه مرتبه در جانب چپ تف کن، نه اینکه آب دهنت بریزه ولی تف کن. صحابی میگوید من این کار را کردم، من به این فرموده محمد رسول الله عمل کردم، الله سبحانه و تعالی این وسوسه را از ما دور کرد. بله عزیزان، نمازی که از اون مراقبت کرده باشید و اجازه نمیدهید که شیطان از آن برو باید، نمازی که شما از او چوکیداری میکنید و مراقبت میکنید و نمیمانید که شیطان از او برو باید و چیزی را کم بکند، این همان نمازی است که شما از او لذت میبرید و این همان نماز است که در نتیجه سکون و آرامش را میآورد، اطمینان را میآورد.